دوستان عزیزم سلام، در برنامه امروز ادامه مبحث گذشته که فرق اینورترهای جوشکاری MOSFET با اینورترهای جوشکاری با تکنولوژی IGBT رو بررسی میکنیم. تا جایی گفتیم که فرق ترانزیستورهای MOSFET با IGBT رو با هم دیگه بررسی کردیم، ادامه مبحث رو با هم دیگه امروز پی میگیریم. اما قبل پرداختن به این موضوع من یک خواهش ازتون دارم، اگر دوست داشتید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید، کانال پرشین هندیمن رو. سابسکرایبی که شما میکنید باعث میشه که به آرشیو ویدیوها دسترسی داشته باشید و همینطور هم که زمان میگذره تعداد ویدیوهای آموزشی در آرشیو ما افزایش پیدا میکنه. همینطور اگر علامت زنگوله رو بزنید هر زمان که ویدیو جدیدی منتشر بشه یوتیوب به شما یه نوتیفیکیشن یا یک اطلاعیه میفرسته که ویدیو جدید منتشر شده، میتونید تشریف بیارید و ویدیو جدید رو تماشا کنید. خب حالا بریم سر این مطلب مهم که دستگاه تک بورد بهتره یا سه بورد. دستگاه های IGBT تک بورد معمولا حجمشون کمتره، وزنشون هم کمتره و قیمت ارزون تری هم دارن و معمولا برای کارهای سبک و خونگی مناسب هستن. نکته بسیار مهمی که باید دقت بکنید در خرید دستگاه تک بورد دیوتی سایکلشون هست، دیوتی سایکل یا چرخه کاری. بذارید یه توضیح هم در این مورد بگم خدمتتون. مطمئنم که سوال بسیاری از شما هست که دیوتی سایکل یا چرخه کاری که اکثرا می‌نویسن 60%، این به چه معنی هستش؟ دقت بکنید، شما زمانهای جوشکاری 10 دقیقه باید تقسیم بکنید زمان، یعنی اگر دستگاهتون روش نمیشه 60%، در 10 دقیقه شما 6 دقیقه اجازه دارید باش کار کنین و 4 دقیقه این دستگاه باید استراحت بکنه. بعضی از دستگاه میبینید روش نمیشه دائم کار، مثلا الکترود 2 دائم کار. شما برای الکترود 2 به 80 آمپر نیاز دارید، یعنی این دستگاه شما قادره با جریان 80 آمپر به صورت مداوم 10 دقیقه رو کار بکنه. اما اگر نوشته الکترود 2 دائم کار، الکترود 3 60% بر فرض مثال، این به این معنی هست شما در 10 دقیقه کاریتون با الکترود 2 که به 80 آمپر نیاز دارید برای جوشکاری، شما این 10 دقیقه رو میتونید باش کار انجام بدید. اما با الکترود 3 شما 6 دقیقه میتونید کار انجام بدید و 4 دقیقه بعد دستگاهتون استراحت بکنه. اینو میگن چرخه کاری. اینجوری نیستش که شما 60% رو روی یک ساعت حساب بکنید، بر فرض مثال 40 دقیقه کار کنید 20 دقیقه بخواید استراحت بدید، اینجوری نیست. بازه‌های 10 دقیقه‌ای بعد حساب کنید، اونم تازه باز بسته به دمای محیطتون متفاوته. داخل دفترچه نوشته بر فرض مثال در دمای 25 درجه شما با الکترود 3 شما 60% دیوتی سایکل بهتون میده، چرخه کاری 60%. دما اگر بشه 30 درجه یا اگر بشه 40 درجه بشه 45 درجه این دیوتی سایکل به شدت پایین میاد. اینو دقت بفهمید. خب مدل بعدی دستگاه IGBT 3 بورد هست. دستگاهی که تو نظر سنجی که گذاشتیم با هم، این دستگاه این IGBT 3 بورد بیشترین رأی آورد. دستگاه IGBT 3 بورد معمولا قیمتشون نه خیلی بالاه نه خیلی ارزون، قدرت جوش بالایی دارن، بسته به نوع کیفیت قطعاتشون استفاده نیمه صنعتی تا صنعتی میشه ازشون کرد. قیمت تعمیرشون نسبت به MOSFET در نظر داشته باشید که بالاتره، مناسب جای گرم هم هستن. اما منظورم زیر نور شدید آفتاب نیست، شما اگر میخواین جایی ببرید نباید زیر نور آفتاب باشه دستگاهتون، حتما باید دستگاهتون در جای سایه بذارید که هم در سایه باشه و هم هوا در جریان باشه. هوا اگر در جریان نباشه به شدت سریعا دستگاهتون داغ میکنه و وقتی داغ کنه اولین جایی که آسیب میبینه ترانس ها هستن، به علاوه IGBT ها یا MOSFET ها. در ادامه من چند تا بورد بهتون نشون میدم تا به صورت عملی ببینید که گرما چه بلایی میتونه بر سر MOSFET یا IGBT بیاره. اما مدل بعد دستگاه سه بورد MOSFET هستن. دستگاه سه بورد MOSFET کیفیت جوش مناسبی دارن، اگرم خراب بشن هزینه تعمیرشون کمتر از دستگاه IGBT هستش، یه محسنه خیلی خوب هست. اما در عوض وزن بالاتری دارن که خیلی خوب دوست دارن دستگاه کوچیک و جمع جور و سبک داشته باشن که بتونن راحت حملش کنن. خب این برای دستگاهایی که تکنولوژی IGBT دارن یک ویژگی خیلی خوبه، چون هم کوچیک و جمع جور هستن هم سبک. دقیقا بفهمید که در کل تکنولوژی IGBT جدیدتر و پیشرفته تر است از تکنولوژی MOSFET. در دستگاهایی که توان بالا دارن، مثلا بالای 250 آمپر، شما باید تعداد MOSFET هایی که به کار میبرید بسیار زیاد باشه که دستگاه رو خیلی حجیم و بزرگ میکنه. اما برفرض همون دستگاه 400 آمپر رو شما با 8 دونه IGBT میتونید هندلش کنید. دوستان گرامی، من تفاوت دستگاه های اینورتر جوشکاری با تکنولوژی MOSFET با IGBT رو توضیح دادم. تک بورد و سه بورد هم خدمتتون گفتم. دیگه انتخاب بسته به خودتون و بودجه‌ای که دارید هستش که دستگاه IGBT انتخاب بکنید، MOSFET انتخاب بکنید، تک بورد انتخاب بکنید یا سه بورد. اما در کل چند تا اشاره مختصر خدمتتون عرض می‌کنم. اگر در جای گرم زندگی می‌کنید ترجیحاً از IGBT استفاده. اگر نوسان برق در منطقه شما زیاده و احتمال خرابی دستگاهتون هست، از MOSFET استفاده بکنید به دلیل هزینه تعمیر پایین‌تر. اگر اندازه و کوچیکی دستگاه براتون مهمه،
IGBT بگیرید. اگر دیوتی سایکل بالا یعنی چرخه کاری بالا میخواید، دستگاه 3 برد 12 MOSFETه بگیرید یا دستگاه 3 برد 8 IGBT. اما خدمتتون عرض کردم یکی دو تا برند در ایران وجود دارن که دستگاه تک برد میزنن و دستگاه تک بردی که میزنن از خیلی از 3 بردها کیفیت جوش بهتری داره. در شکل کلی معمولا دستگاه ارزون قیمت و سبک دستگاه تک برد هستن، نهایتا 2 یا 4 IGBT دارن، مثل مدل هایی که خدمتتون عرض کردم زیر 2 میلیون قیمتشون هست. اینجا با هم داخل چند تا دستگاه رو میبینیم تا به صورت بهتر فرق دستگاه سه برد رو با تک برد ببینیم. اول از همه میخوام دقت کنید به میزان گرد و خاکی که داخل این دستگاه هستش. پس اینو یادتون نره، به خصوص اگر جایی هستید که گرد و خاک توش زیاده، هر 2 هفته یا 3 هفته یک بار داخل دستگاهتون رو تمیز بکنید. اگر خیلی گرد و خاک هست حتما هر 2 هفته یک بار این کار انجام بدید، فشار رو باز بکنید و با شدت باد مناسب، شدت باد هم اونقدر نباشه که قطعات رو آسیب بزنه، یه مقداری باشه که گرد و خاک رو فقط از بین ببرید. اگر دستگاهتون رو خیلی وقت باز نکردید حتما این کار انجام بدید، باز کنید و داخلش رو باد بگیرید. دستگاهی در تصویر میبینید دستگاه 3 برد 4 IGBT هست. IGBT ها به خاطر گرمای بیش از حد و جرانکشی بالا ترکیدن. برد پایینی یا برد تغذیه 4 تا خازن داره. طریقه مونتاژ MOSFET یا IGBT ها به این صورت هستش که معمولا نصفش یه سمت، نصف دیگه سمت دیگه. در اینجا شما میبینید که 2 تا IGBT یک سمت نصب شده و 2 تا IGBT سمت مقابل. برد وسطی برد رکتیفایر هست. ببینید شکل دیود با شکل MOSFET با شکل IGBT هر سه تقریبا مشابه همدیگه هستن، پس اینا رو با همدیگه اشتباه نکنید. اونی که رو برد بالا نصب شده IGBT یا MOSFETه، اونی که رو برد وسط مونتاژ شده دیود هستش. این دستگاه 4 تا IGBT 40N60 داره، یعنی IGBT 40 آمپرج که 4 تا 40 تا میشه 160 آمپر، یعنی خروجی واقعی این دستگاه بودن 160 آمپر میشه. اینجا نمای دیگه از برد اینورتر میبینید که رو دستگاه باز شده تا تعمیرکار بتونه تعمیرش کنه. شکل مونتاژ قطعات اگه دقت بکنید این شکل دیپ هستش. این شکل دیپ هست، طرف رفته خودش قطعاتو خریده تا بتونه تعمیر بکنه. حالا می‌خوایم بریم یک اینورتر 3 برد 8 IGBT رو با هم دیگه ببینیم. برد بالایی هر طرف 4 تا IGBT داره که رو هم میشه 8 IGBT. در برد وسط یا برد رکتیفایر هم شما 8 دیود می‌بینید. در برد پایین یا برد تغذیه هم شما 6 خازن می‌بینید. طراحی این دستگاه طراحی قدرتمندیه. اینجا می‌بینید که برد اینورتر رو جدا کرده از دستگاه تا بتونه تعمیرش کنه. حالا بریم یک دستگاه اینورتر جوشکاری 3 برد MOSFET رو با هم ببینیم. همونطور که میبینید در برد بالایی هر طرف 6 تا MOSFET وجود داره، روی هم 12 MOSFET هست. تقریبا اکثر دستگاه جوشکاری با تکنولوژی MOSFET که در بازار هستن اکثرا 12 MOSFET هستن با 12 تا دیود. برد تغذیه دستگاه هم اگر دقت بفرمایید 4 خازنه هست که یکی از خازنه ها معیوب شده و باد کرده که باید تعویزش بکنه. قسمتی که داره با دست نشون میده مدار رله هست که اینم مدار رله هم بر روی برد تغذیه یا پاور هست. خب از این نما شما میتونید به راحتی برد پایینی یا تغذیه، برد بالایی یا اینورتر و برد وسطی یا برد رکتیفایر رو به راحتی ببینید. خب طریقه اتصال اینا به این صورت هستش که پشت MOSFET یا IGBT ها رو با خمیر سیلیکون پر میکنن و به هیت سینک پیچ میکنن. خمیر سیلیکون هم به این خاطر میزنن که تبادل حرارتی به خوبی انجام بشه. خب سوال مهمی که دوستان میپرسن در مورد علت خرابی این دستگاه هستش. اجازه بدید این نکته مهم رو خدمتتون عرض بکنم. صرفاً به خاطر اینکه فروشنده بهتون میگه تک برد، سه برد، SMD یا به صورت دیپ هستش، اینها دلیل و ملاک به تنهایی نمیشه. امکان داره دستگاهی باشه که 12 MOSFET، سه برد با روش دیپ هم مونتاژ شده، شما میرید میخرید اما میبینید که خیلی زود خراب میشه. پس دلایل چیه؟ اول از همه کیفیت قطعاتی که کارخونه به کار برده برای دستگاهش. دوم هم شکل طراحی اون مدار هستش. یعنی عرض کردم خدمتتون امکان داره که کیفیت یک دستگاهی که تک برده با روش SMD هم مونتاژ شده اما خیلی هم قدرتمند باشه و بتونه مدت‌ها بدون اینکه خراب بشه کار بکنه. کارخونه چه قطعاتی با چه کیفیتی به کار میبره اون مهمه، به خصوص امروز که قیمت قطعات بسیار بالا هستن و کارخونه‌ها سعی می‌کنن که هزینه تولیدشون رو پایین بیارن. اون کارخونه که در این شرایط کیفیت قطعاتش رو بالا نگه میداره اون کارخونه کارخونه معتبری هستش. در مورد بردهای SMD هم یه چیز خدمتتون عرض بکنم، درسته که یه مقدار تعمیرش سخت‌تره اما بردهای SMD خیلی هم راحت خراب نمیشن. اینم دقت بفرمایید، اینجوری نیستش که برد SMD یک بار مصرف باشه و سریعا خراب بشه. اما در مورد کیفیت قطعات، شکل طراحی مدار خدمتتون صحبت کردم. نکته مهم دیگه ای هست شکل استفاده شما هستش.
شاید این موضوع از قسمت اول بحث هم مهمتر باشه، یعنی اینکه شما بیشتر از حد توان دستگاه ازش کار بکشید. روی دفترچه راهنما دیوتی سایکل نمیشه 60%، شما به جای 6 دقیقه نیم ساعت باهاش دوشکاری مداوم انجام میدید. طبیعتاً با این کار باعث میشید که دمای قطعات داخلی اینورترتون بالا بره. و اگر جای گرد و خاک باشید، گرد و خاک هم نشسته باشه داخل دستگاهتون، مطمئناً به دستگاهتون آسیب جدی وارد میشه. جلوی همه دستگاه‌های اینورتر جوشکاری یک دونه چراغ هست، چراغ OC نوشته شده. OC به معنی اوور کارنت است. اوور کارنت، اوور به معنای بیش از حد، کارنت هم یعنی جریان، یعنی جریان کشی بیش از حد. وقتی بیش از توانش ازش استفاده بکنید، این چراغ روشن میشه. به این چراغ دقت بکنید. اگر این چراغ روشن شد، اجازه بدید که دستگاهتون به صورت کامل خنک بشه و بعد استفاده. پس شکل استفاده شما بسیار مهمه. بیش از حد توان دستگاهتون کار بکشید، در محیط‌های پر از گرد و خاک کار کنید، از کابل نامناسب استفاده بکنید، وب طولانی، طول کابل نسبت به سطح مخترش یه اندازه خاصی داره، اینو باید حتما رعایت بکنید. من جدول کابل جوشکاری رو داخل پیج اینستاگرام پشن هندیمن گذاشتم، میتونید برید ببینید. بر فرض مثال اگر 10 متر دارید کابل استفاده میکنید یا 20 متر دارید کابل استفاده میکنید، از چه سطح مقطعی یا چه شماره کابلی باید استفاده بکنید. اینم اگر رعایت نکنید به دستگاهتون فشار زیادی وارد میشه که نهایتاً باعث آسیب جدی میشه. بعضی هم متاسفانه همچنان در دوران قدیم سیر میکنن. اینورتر هم که میخرن دو شاخهشو قطع میکنن، با سیم لخت فرو میکنن توی پلیز برق. دستگاه اینورتر فرق میکنه با ترانسای مسی قدیمی. اینم یکی از موضوعاتی هستش که میتونه به دستگاهتون آسیب جدی بزنه. دوستان عزیز، قرار بود در مورد اینورترهای جوشکاری که در بازار ایران هست با هم دیگه بشینیم صحبت بکنیم. میذاریم برای جلسه آینده در یک جلسه به صورت مفصل درندهای معتبری که در بازار ایران هست و با هم دیگه بررسی میکنیم، همینطور شرکت هایی که دستگاه های اینورتر و جوشکاری داخل ایران میسازن و از هر برندی یکی دو مدل خوب و خدمتتون معرفی خواهم کرد. در مورد شرکت هایی صحبت خواهیم کرد که مطمئنم حتی اسمشون هم نشنیدید، اما دستگاه جوشکاری اینورتری تولید میکنن که بسیار بسیار با کیفیت هستن. در آخر برنامه ازتون میخوام اگر این برنامه براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید، چون لایک شما باعث میشه که ویدیو رو باقی دوستانتونم ببینن. فعلا تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.